با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 ماه دلو سال 1399 هجری خوشبینی در آغاز سرخط چند خبر. تخصیص غیر ضروری در شمار از کوتاهی یکی از انتخابات مجلس نمایندگان در سند بودجه. در کد 22 هم مصارفات روزمره خارج از معاش است، شامل مثلا ترمیمات است. جان باختن 5 تن در تازه‌ترین رویدادهای ضد امنیت در شهر کابل. نزدیک ریاست جمهوری که داری شغل ما چی کنیم؟ به کجا بگردیم؟ چی کنیم؟ از خانه ایت برامده نمیتانیم. هیچ کس صدای ما را نمیشنود. بالاخره ما در کشور مسلمان هستیم، زندگی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور رئیس جمهور غنی از پیامد وخیم بی‌ثبات شدن احتمالی افغانستان. خطر در درک نادرست از فرصت کنونی صلح نهفته است. این پیامی را هم که گاهی میاید از طرف حرکت طالبان که با این شخص ما مشکل داریم و با فلان شخص دیگر مشکل نداریم. مشکل مسئله شخص نیست. مسئله اشخاص نیست. مسئله مردم افغانستان. سپردن برگه های امضا شده مردم به سازمان ملل از بحر پیگیری قتل یماس یابش. با فراخوان امریکا و ایران برای بازگشت به توافقنامه هسته‌ای با جهان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یکی از 19 مشکل فهرست شده سوی مجلس نمایندگان در مسوده بودجه ملی چگونگی تخصیص غیر ضروری پول در شمار از کوتاهی سند بودجه اند. اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگویند که بخش از تخصیص ها در کوتا غیر ضروری و فسادزا هستند. در این حال یک عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید که در مسوده سوم بودجه 1.3 میلیارد افغانی برای پرداخت بدهی های صرفیه برق نهادهای دولتی از وجوه احتیاطی تخصیص یافته است. زبی جهان مل گزارش میدهد. با آنکه تخصیص مبالغ هنگفت در کودهای پنجگانه باجه عادی و نیز کودهای باجه توسعی از مهمترین علتهای دوبار رد مسوده باجه امسال بودند، اما در مسوده سوم باجه در کود 25 که برای کسب دارایی ها و خرید موتر است 15 میلیون افغانی افزود شده است. در این میان در کود 22 که برای خرید اجناس و خدمات به کار می رود بیش از 1.500 میلیارد افغانی کاهش آمده است. نگرانی های وجود دارند که از کودهای 25 و 23 در بخش های غیر ضروری استفاده می شود و حکومت جزئیات آن را با مجلس شریک نمی سازد. در کود 22 هم مصارفات روزمره خارج از معاش است، شامل مثلا ترمیمات است، شامل امور رنگمالی که شما گفتید است، شامل از این که مثلا در بخش آبرسانی و نلوانی و در این زمان مسائل برق و آب و همه موضوعات است. در مسوده سوم بیش از 15 میلیارد افغانی برای وجوه احتیاطی در نظر گرفته شده است. هرچند تغییرات در این کودها نیز چشمگیر نیستند، اما پرداخت بدهی های شرکت برشنا در وجوه احتیاطی سوال برانگیز است. مقروضیت شرکت برشناست که 1.4 میلیارد بوده، باز 300 میلیون رو کم کردن. ما رو از او بحث داریم و وقتی که میگیم در کد 22 برای بودجه برای برق و آب مد نظر گرفته شده، چرا باز مقروضیت داشته باشه اداره؟ در این میان نشست های پسین وزارت مالیه با کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان درباره مشکلات در مسوده سوم بی‌نتیجه بودند. به یک شکل وقت‌کشی است فکر کنم، اما ببینیم که در مجالس بعدی چی تصمیم گرفته میشه. دو سه روز میشه که بودجه در کمیسیون ما آمده، سرش کار میکنیم و هنوز معلوم نیست که یعنی آیا این تصویب میشه نمیشه. شماره از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس میگوین که با در نظر داشته کسری 37 میلیارد افغانی در مسوده سوم بودجه ملی، نیاز است که حکومت تخصیص هایش را در بودجه عادی بازنگری کند. در دنبال مسلحانه به انفجار در شهر کابل 5 تن جان باختن و 1 تن دیگر زخم برداشت. در یکی از این رویدادها مردان تفنگدار ناشناس بر موتر ریاض احمد خلیل سرپرست ریاست انکشاف دهات بلات میدان بردک در حوزه 5 امنیتی شهر کابل تیراندازی کردند که در نتیجه 4 تن به شمول آقای خلیل جان باختند.
در یک تیراندازی دیگر در همین حوزه امنیتی یک تن زخم برداشت. در یک رویداد دیگر در مکرویان اول یک موتر از زیرهی وزارت امور خارجه آماج یک انفجار قرار گرفت که یک تن در این رویداد جان باخت. در این حال شمار از باشندگان شهر کابل افزایش فزاینده نامنی ها را در پایتخت نتیجه ناتوانی نهادهای امنیتی میدانند. خالد نکزاد گزارش میدهد. صحنه یک رویداد خونین دیگر در پایتخت. تفنگداران ناشناس بامداد روز سه‌شنبه بر موتر سرپرست ریاست انکشاف دهات میدان وردک در منطقه باغ داوود حوزه پنجم تیراندازی کردند. چهار روز است از برای خدا بعد یک آرامی باید بشه تا چه وقت این روز ما میبینیم. ارگان های امنیتی اینجا باید بسیار موظف باشند تا مشکلات مردم رفع شه و از این آیه. ریاض احمد خلیل سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات میدان وردک، حبیب الله مدیر خدمات اجتماعی، فرید انجینیر و نیز بریاله راننده این نهاد از جان باختگان این رویداد هستند. مشخص نشده که به چه دلیل وزارت احیا و انکشاف دهات یا کارمنداش مورد حمله قرار گرفته. در همین حال موتر یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه در جاده مکرویان اول حوزه 16 هم آماج انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. در این موتر تنها راننده بود، کسی که جان باخته است. هیچ کس صدای ما را نمی‌شنوه. بالاخره ما در این کشور مسلمان هستیم، زندگی میکنیم. یک کس باید خود صدای ما را بشنوه. به نظر می‌رسد شمار رویدادهای ضد امنیت در کابل با گذشت هر روز افزایش می‌یابند. یکی از چهار انفجار روز دوشنبه در کابل در همین محل در فاصله نزدیک به کاخ ریاست جمهوری رخ داده است. رویدادی که نگرانی ها را نسبت به تامین امنیت پایتخت بیشتر ساخته است. نزدیک ریاست جمهوری که انتظاری شغل ما چی کنیم؟ به کجا بگردیم؟ چی کنیم؟ از خانه برآمدن نمیتونیم. حفیظ‌الله که خبازی دارد صبح همین روز در برابر دکانش انفجاری رخ داد. یک دو تا در میزار کابل میشه. آیا امین مسئولین نمیشنوه؟ صداش در گوش از ما نمیرسه؟ میرسه. ولی تا که انفجار میشه چی حال است در این مردم؟ از سوی دیگر امنیت ملی از بازداشت یک شبکه شش نفری شبکه عقانی و گروه داعش که به گفته این ریاست در ترورها و انفجارهای ماینها دست داشتند در ولسوالی پغمان خبر میدهد. حملات اخیر در کابل پس از توافقنامه دوحه یک تاکتیک جدید طالب علیه مردم افغانستان است که با هدایت مستقیم استخبارات پاکستان آن را عملی میسازند. یافته های طلوع نیوز نشان میدهند که تنها از آغاز ماه جاری تا کنون 30 انفجار ماین و 9 حمله مسلحانه و قتل های هدفمند در کابل ثبت شدند که در این رویدادها دست و کم 31 تن جان باختند و 54 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور غنی هشدار میدهد که اگر فرصت کنونی صلح درست درک نشود و افغانستان با آینده ناروشن روبرو گردد، پیامد آن به منطقه و جهان وخیم خواهد بود. رئیس جمهور غنی بگرفتن نام پاکستان میگوید که جهان باید از کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان بخواهد تا با حاکمیت ملی افغانستان حرمت بگذارند، به هراس افغانان پناه ندهند و از مداخله در امور همسایه هایش خودداری نمایند. از سوی دیگر فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا خشونت های طالبان را بسیار بلند میداند و میگوید که هرگاه قرار باشد همه طرف ها به پیش بروند، طالبان نیز باید برخی از کارها را بر بنیاد توافقنامه دوحه انجام دهند. شریف امیری در این باره گزارش تهیه کرده است. همزمان با ادامه بنبست در دور دوم مذاکرات صلح در قطر، رئیس جمهور غنی از درک نادرست طرف مقابل در این روند سخن میزند و از پیامدهای از دست رفتن فرصت کنونی هشدار میدهد. خطر در درک نادرست از فرصت کنونی صلح نهفته است. صلح در افغانستان در دسترس است، اما در صورتی که طالبان و پشتیبانان آنان به یک راه حل سیاسی واقعی آغوش باز کنند. باید درک شود که نیروهای امنیتی مان شکست ناپذیر هستند، مگر اینکه ما اراده و ظرفیت مان را برای خدمت به مردم از دست بدهیم. اگر خدا نخواسته افغانستان در بدبینی فرو برود، پیامد آن برای منطقه و جهان وخیم خواهد بود. آقای غنی به این باور است که در روند سال از یک افغانستان باثبات باید تضمین داده شود.
اکنون زمان است که اجماع منطقه‌ای و جهانی برای ضمانت به یک افغانستان باثبات و مرفه مهم دانسته می شود. ما باید از جهان بخواهیم که از کشورهای دخیل بخواهند نقش حاکمیت ملی و روابط جهانی را حرمت بگذارند. دادن پناهگاه و مداخله در امور داخلی همسایگان را متوقف بسازند. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی امریکا می گوید که خشونت های طالبان بسیار بلند هستند. سطح خشونت ها بلند است. این چیزی است که ما متوجه آن هستیم و ما با توجه به عملکردهای طالبان ادامه می دهیم و من می دانم که اداره جدید امریکا هم بر بنیاد توافقنامه دوحه عملکردهای طالبان را زیر نظر دارد. هرگاه قرار باشد که همه طرف ها به پیش بروند، طالبان نیز برخ کارها را بر بنیاد توافقنامه دوحه انجام دهند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی نیز در گفتگو با تلویزیون 24 فرانسه از ادامه همکاری جنگجویان خارجی با گروه طالبان نگرانی می کند. همین امروز که من با شما سخن می زنم کم از کم 500 هراس افغان خارجی که بیشترشان وابسته با شبکه القاعده هستند در کنار طالبان در افغانستان می جنگند. با این همه مسئول بخش آسیای گروه جهانی بحران میگوید که نگران شکست تلاش ها در روند سال و افزایش خشونت ها از سوی طالبان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که حکومت عبوری موقت راه حل به پایان جنگ به رسیدن به صلح در افغانستان نیست. عبدالله عبدالله در مراسم ایجاد کمیسیون رسانه های شورای عالی مصالحه ملی بر آغاز دوباره مذاکرات میان نمایندگان جمهوریت و طالبان در دوحه تاکید میورزد. خواهی عبدالله میابزاید که کشورهای اثرگذار در روند صلح افغانستان باید طالبان را بر میز مذاکرات برگردانند. حسیبه تکبال گزارش میدهد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم گشایش کمیسیون رسانه‌های این شورا میگوید که حکومت عبوری راه حل بحران کشور نیست. وقتی که بحث حکومت موقت و اینا مطرح میشه، یک علاقمندی تو پیدا میشه، مثل که بس بین خود ماست. ما بین خود میشینیم، یک حکومت موقت میسازیم، باز در شرایط بهتر قرار میگیریم از وضعیت موجود. من ایرم بسیار مفید نمیدانم. و ایرم ای پیام ایرم که گاهی میاید از طرف حرکت طالبان که با این شخص ما مشکل داریم و با فلان شخص دیگه مشکل نداریم. مشکل مسئله شخص نیست، مسئله اشخاص نیست، مسئله مردم افغانستان است. عبدالله عبدالله خواهان کاهش خشونت ها از سوی طالبان است. اگر ما حاضر به این نیستیم که یک ماه یا دو ماه یا سه ماه مردم ما اما راحتی نبود جنگ و آتش را ببینن و لمس کنن و احساس کنن و در بدل از او حمایت مردم ده چند بالاتر میشه، حمایت عمومی مردم از پروسه سال، اگر با حاضر به این نیستیم، پس این یک پیام بسیار منفی است برای مردم افغانستان، به این معنا که ما باور نداریم بر سال. در این نشست بر نقش اثرگذار رسانه ها در روند صلح و حفظ آزادی بیان در یک توافقنامه صلح تاکید شد. همه ما شما در یک سطح و در زیر یک سقف در رابطه با موضوعات مهم پروسه صلح گپ میزنیم، بحث میکنیم و نظریات ما از طریق ریاست محترم شورای عالی مصالحه و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه میتونه به میز مذاکره کننده هم منتقل شود. جامعه رسانه‌ای افغانستان، جامعه هنری و فرهنگی افغانستان از این دریچه می توانند منشور صلح خود را، منشور ملی صلح خود را از این دریچه هم به شورای مصالحه ملی، هم بر میز مذاکره صلح و هم به دولت افغانستان پیشکش کنند. کمیسیون رسانه ها چهارمین کمیسیونی است که در چارچوب شورای عالی مصالحه ملی ایجاد می گردد. برگه هایی که برای پیگیری چگونه قتل یما سیاوش و همکارانش در ولایت ها امضا شدن، امروز با دفتر سازمان ملل در کابل سپرده شدن. پدر یما سیاوش هنگام تحویل دهی این برگه ها حکومت را با نداشتن اراده سیاسی برای همگانی ساختن جزئیات انفجار در موتر بانک مرکزی متهم می سازد و گفته های نهادهای دولتی را درباره این رویداد چند پهلو می داند. در این حال شمار از فعالان رسانه ای نیز خواستار بررسی قتل یما سیاوش از سوی یک هیئت بیطرف جهانی هستند. تمیم حمید گزارش می دهد.
همگانی نشدن جزئیات انفجاری که به جان باختن یما سیاوش و دو همکارش انجامید، پدر گرداننده پیشین برنامه های طلوع نیوز روا داشته است که پس از 3 ماه یک بار دیگر از آنچه که بی‌پروایی حکومت در برابر این رویداد دانسته می شود در برابر دوربین های رسانه ها انتقاد کند. انتقاد که هنگام تحویل دهی برگه‌های امضا شده رسیده از ولایت‌ها به دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل صورت می‌گیرد. در کدام نظام سیاسی جهانی رقم یک بی‌غوری در حال یک شهید میشه؟ آیا خون پایمال کردن می نیست؟ من نه سلاح دارم، نه موتر دارم، نه دفتر دارم، نه امکانات دارم، نه وسایل دارم، خدا دارم و قلم دارم. ما حق داریم که چیک بزنیم یا نداریم؟ تلاش‌ها برای گردآوری امضا از بر پیگیری انفجار در موتر بانک مرکزی در 20 ولایت کشور انجام شدند. اعتراض کنندگان خواستار همگانی شدن شواهد این رویداد و شمول تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک و اطلاعات دستگاه رادیو به موتر آماج قرار گرفته هستند. نه خونه میخورم، نه خونه مینوشم، نه خونه مد سر چوکیش میشینم، نه خونه پایمال شدن میمانم تا وقتی من فریاد میکشم که مردم بفته. 40 روز پس از جان باختن یما سیاوش، خانواده وی از همکاری نکردن حکومت افغانستان در کار شناسایی قاتل وی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. شکایتی که به گفته پدر یما تا اکنون از سوی این سازمان به آن رسیدگی نشده است. دغه پختنه ته نه جواب مونږ ته شک پیدا کوي چې زمونږ قاتل څوک دی. دا مونږ ته کفایت نه کوي چې حکومت وی چې اکثره قتلونه طالب کوي، داعش کوي. شورای امنیت ملل متحد تقاضایی که از شان شده پاسخ مثبت بدن و یک هیئت بی‌طرف به خاطر بررسی قضیه شهادت یما سیاوش به افغانستان بفرستند. قربانیان انفجار در موتر بانک مرکزی که به روز 7 ماه عقرب امسال رخ داد، یما سیاوش مشاور رسانه‌ای این بانک، حمدالله انس معاون اجرایی آمریت دفتر بانک مرکزی و امین‌الله رضایی راننده موتر آماج قرار گرفته بودند. ادامه این خبرها از طلوع و طلوع نیوز. حکومت امریکا میخواهد که با گام‌های کوچک تهران را به بازگشت و توافقنامه هسته‌ایش با غرب تشویق کند. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع گزارش داده است که این گام‌های امریکا شامل برداشته شدن تحریم‌های کلیدی نمی‌شود، اما حکومت جو بایدن می‌خواهد که هر دو کشور گام‌های کوچک بردارند تا بتوانند زمان بخرند و سرانجام درباره بازگشت به توافقنامه هسته‌ای به توافق برسند. از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن تا کنون مقام‌های آمریکایی و ایرانی گفتند که ناخواست جانب مقابل باید با توافقنامه هسته‌ای بازگردد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده است که حکومت جو بایدن گزینه‌های را برای بازگشت ایران به توافقنامه هسته‌ای بررسی می‌کند. به گزارش رویترز، برداشتن گام‌های کوچک از سوی دو کشور به شمول اجازه دادن آمریکا و بهره‌مند شدن ایران از برخی از منافع اقتصادی توافقنامه هسته‌ای از گزینه‌های آمریکاست. اما واشنگتن در این باره تصمیم قطعی نگرفته است و بر موقف پیشینش تاکید می‌ورزد. در کل موقف رئیس جمهوری همان است که بود، یعنی اگر ایران تعهداتش را در توافقنامه هسته‌ای یکسره اجرا کند، ایالات متحده هم همین کار را خواهد کرد و سپس ما از آن همچون سکویی برای به دست آمدن یک توافق بزرگتر و نیرومندتر کار خواهیم گرفت که به نگرانی‌های دیگر ما نیز رسیدگی کند. این کار در همکاری با گروه 5 به اضافه 1 انجام خواهد شد، همان گونه که نخست توافقنامه هسته‌ای به دست آمد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران هم موقف رهبر مذهبی و حکومت این کشور را بازگو می‌کند و احیای توافقنامه هسته‌ای را کار آمریکا می‌داند. به حرف اهمیتی نمی‌دیم. مبنای قضاوت و عمل ما اقدامه. و چارچوب اقدام هم برجام و قطعنامه 2231 مشخص کرده. توافقنامه هسته‌ای ایران در سال 2015 میلادی در دوره حکومت باراک اوباما به دست آمد، اما 3 سال بعد در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آمریکا از این توافقنامه بیرون شد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. برنامه تطبیق واکسین اسپوتنیک وی برای ویروس کرونا در ایران آغاز شد. سعید نمکی وزیر صحت ایران نخست پسرش را برای دریافت این واکسین ساخت روسیه معرفی کرد که تلاش برای باورمند ساختن مردم به این واکسین گفته می شود.
حکومت مصر در گرداگرد منطقه گردشگری شرم الشیخ در سینای غربی یک دیوار سمنتی 36 کیلومتری ساخته است تا در برابر تهدیدهای هراس افگنانه از آنجا حفاظت شود. صحرای سینای مصر در سالهای گذشته گواه افزایش فعالیت‌های داعش بوده است و در سال 2015 داعش یک هواپیمای مسافربری روسی را در صحرای سینا منفجر ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای دومین بار از سوی مجلس سنای آمریکا استیضاح می شود. دموکراتان می خواهند که ترامپ را به اتهام تشویق هوادارانش به یورش بر کنگره آمریکا از گرفتن پست های مهم سیاسی در آینده محروم بسازند. اما او این اتهام را نمی پذیرد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. تفاهم‌نامه ساخت بند لالندر یا شاهتوت با کمک مالی هند در حضور رئیس جمهور غنی و نخست وزیر هند امضا شد. رئیس جمهور غنی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه میگوید که از آغاز کار نرندرا مودی همچون نخست وزیر هند تا کنون هند بیشتر از 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. حیدر شاه امید گزارش می‌دهد. تفاهمنامه ساخت بند لالندر از سوی محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و جی شنکر وزیر امور خارجه هند در نشستی که با حضور رهبران دو کشور به گونه آنلاین برگزار شده است امضا شد. با بند شاتوت آبهای برف و باران کابل مهار خواهد شد تا برای در حدود 2 میلیون تن از شهروندانمان آب آشامیدنی فراهم کنیم. افزون بر اینها هند بیش از 400 پروژه را در تمامی ولایت‌های کشور عملی ساخته است و سالانه 1000 بورسیه تحصیلی را به دانشجویان کشور فراهم می‌کند. از بدخشان تا نیمروز و از هرات تا قندهار می‌خواهم به همه برادران و خواهران افغان اطمینان دهم که هند با شما یک جا ایستاده است و در هر قدم شکیبایی، شجاعت و تصمیم‌گیری شما با شما خواهد بود. هیچ نیروی بیرونی توسعه افغانستان و دوستی میان هند و افغانستان را نمیتواند متوقف سازد. اداره ملی تنظیم امراب میگوید که بند شاهتوت با هزینه 236 میلیون دلار در درازای 6 سال ساخته خواهد شد. دغه بند چې د 1.5 میلیون متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري، 2.5 متر لوړوالی لري. دغه بند به د کابل 4000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. بند شاهتوت یا لالندر پس از بند سلما دومین بند آب کشور خواهد بود که از سوی هند ساخته خواهد شد. تیم 9 نفره تکواندو شامل 6 ورزشکار پسر و دختر برای اشتراک در یک اردوگاه تمرینی امروز رهسپار ازبکستان گردیدند. قرار است این تکواندوکاران برای آمادگی بر رقابت‌های آسیایی این رشته و کسب سمی المپیک 2020 توکیو در این اردوگاه تمرینی برای 15 روز تمرین کنند. رقابت‌های کسب سمی المپیک آسیا به میزبانی اردن در ماه ثور سال 1400 و رقابت‌های کسب سمی المپیک توکیو به روز اول ماه اصل سال 1400 در توکیو برگزار خواهند شد. ششمین دور رقابت‌های وشو در بخش ساندواک یا وشو حرفه‌ای امروز به میزبانی پایتخت آغاز شد. در این پیکارها ورزشکاران 10 ولایت حضور دارند و برای 3 روز در برابر هم مبارزه میکنند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.